بسیار ممنون از محبت شما. بعد نیستیم حالی که نداریم تا اوضاع احوال مملکتمون این جوری به این روش ها داره ادامه پیدا میکنه و آسد علی الان در انتخاباتی که قلابی اونجا درست کردن فکر میکنن مردم میرن، هی مرتب داره به مردم فشار میاره، هی تبلیغ میکنه، در هر فرصتی با این امام های نمیدونم جامعه و اینا هم پیدا کرده، گفته باید بریم و این در این انتخابات شرکت کنین، رو در حال که سود آقا در این ماجرا بسیار زیاده. ببینیم در حال این انتخابات، ولی مردم مسلم اینه که در انتخابات شرکت نمیکنن و توجهی به این لاتایراتی که این آخوند دوزاری دیروز و به حال این رهبری که 30 سال مملکت ما رو به این روزگار کشنده نداره. بله، منتظریم که نظرات و دیدگاه شما رو بشنویم. بله استاد چرچایی، علی خامنه ای این روزا شنیدم که یعنی همین رباتی که هست، چون الان همه چیز رایانه‌ایه، انسان ها نه تنها خامنه ای، همه ربات هستند که نه احساسی هست، نه عاطفه ای هست، نه عقل و خرد و دانشی هست و همه ماشین. اون سابق یادم گفتن ماشینیست، مرد 6 میلیون دلاری، زن 6 میلیون دلاری، اینا درست کرد و الان همه دیگه ربات هم. حالا علی خامنه ای همین طرف شنیدم شبها بشکن میزنه و میرقصه برای خودش و برای همینه که امن برش مشتبه شده که این دیگه الان شده یه خدا از اونجور چیزا. چون استاد شرفشایی این ابله نمیدونه که توی 44 سال میهن آریایی ما که ویران شده چه زیانهای اقتصادی که خورده و چه جهان سرمایه‌داری سودها برده و اینقدر دیگه پول علف خرج شده در جامعه برای اینها که این خرج اتینا کرد و ملت ما رو ضعیف و بی پول و به جز 1% بسیار کمی که باهاش کار میکردن. اما استاد سیروس شرفشایی دو تا ویدیو ما امشب داریم و یه دونه عکس. یکی از این ویدیوها برای بزرگداشت و سپاس و دست و پابوسی دختان آریایی در سرزمین اهورایی ماست. دختان آریایی ما، من دیگر بار به شما عرض میکنم که این دختان آریایی ما استاد چرفشای پیروز شدن، یک نبردی رو شروع کردن تا این سالها که از سال گذشته پس از مهسا جهانی شد، این نبرد به پیروزی رسید، یعنی برداشتن لچک و چفیه و روسری، عبا، عمامه، چادر، همه شکلیه، هر چه اسمش میذاریم، که نشانه جهالت و بلاهت فردی است که اینو رو سرش میذاره، حالا چه مادر من باشه، عمه اون باشه، خاله شما باشه، هر کی باشه. چرا؟ چون اینها برای حفاظت از شن در صحرا زن و مرد سرشون میکردن. الان تو ایران و پاریس اینا هر کی سرش بکنه یا یک یونیفرم نظامی میخواد بپوشه تنش بکنه، ولی اکثر اینا اصلا نمیدونن یونیفرم، میگن خدا، برای خدا. آخه خدا عظمت و شکوه این هستی، این بیگ بانگ، این میلیاردها سال که و میلیاردها کهکشان که موجود است به تو الدنگ و چارلاخ موت، پس بلاحت تعارف نداریم استاد چرخه. یعنی زنان ما، دختان نازنین و سلحشور ما همین تعارف رو گذاشتن کنار، این تعارف رو گذاشتن کنار، شجاعت، گستاخی، دلاوری، رفتن تو میدون، کشته شدن، کتک خوردن، زندان رفتن، شکنجه شدن، مثل شیر وایستدن، پیروز شدن. الان در ایران به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نمیتونه فشار بیاره روی زنها برای حجاب. اون مسلمانان غیر ایرانی که هویت و شناسنامه ایرانی دارن و سربازان ولایت فقیه در داخل کشور هستن توی 44 سال، که اینا از فلسطینیا بودن، لبنانیا بودن، سوریا بودن، عراقیا بودن و دیگر کشورها، اینا 44 سال اومدن اونجا تولید مثل کردن، زاد و ولد کردن، مثل ما صحبت میکنن، اینها هستند که مردم ما رو میزنن، میکشن، شکنجه میکنن. و خوشبختانه استاد سیروس شرفشایی امشب ثابت میکنم یک بار دیگه این موضوع رو،
که ارتش شاهنشاهی ایران، وقتی میگم ارتش، اگه بابا طرف حتی نظامی نیست، یه دانشجوه، یه فروشنده است، یک شوفر تاکسیه، یه ورزشکاره، اون همون میشه ارتش شاهنشاهی، میشه همون ارتش شاهنشاهی دیرین هزاران سالی که ایران رو نگه داشته. ارتش شاهنشاهی امروز در داخل ایران پیروز شد چون دختران آریایی پیروز شدن. سندهایی داریم امشب نشون میدیم و اون اینه که همون طیف ایرانی آریایی دارن این حزب اللهی های فلسطینی، اینا فلسطینی هست، یعنی یه رو اسمش هم ایرانیه، ایرانی هم حرف میزنه، خیلی هم بهتر از من امکان داره که من 40 ساله توی فرازم، بعضی چیزا لهجه من عوض شده باشه، او اصلا با لهجه تهرونی، با لهجه مشهدی، شمالی، ایرانی هم صحبت میکنم، ولی اینها مثل خود اعراب حاکم، تازیان سادات، تازی بنی هاشم حاکم، خود اینها ایرانی نیستن و اینها هستن که سرکوب میکنن. این امشب ما ثابت میکنیم. یادمون نره، تو پرانتز میگم، استاد سیروس شرفشاهی، شاهرودی عراقی، شاهرودی هاشمی، شاهرودی عراقی، این رئیس قوه قضاییه بود، سالها رئیس حزب الدعوه عراق بود، هویتش عراقی بود، تا سالها اصلا نمیتونست فارسی حرف بزنه. من باش حرف زده بودم سابق تو ایران، فارسی که حرف میزد با لهجه شلونکی اینا حرف میزد، بعدا اینقدر دوره دید تا بتونه بیاد، اصلا سالها نیمت روی جلو تلویزیون. خب وقتی قوه قضاییه یک مملکت در دست یک بیگانه است، این همه رو جاسازی کرده. حالا وقت نشد من اینجا پخش کنم، آقای اسفندیار یک مصاحبه کرده با عماد الدین باقی، عماد الدین باقی اینجا تأکید میکنه توی مصاحبه با اسفندیار که دو تا شعبه تو تهران هست و جاهای دیگه هم از این طبیعت کن تو دادگاه ایران که دو تا شعبه است که اینا هرچی مال تظاهرات اینا پرادار میدن اونا، اینا هم اعدام، شکنجه، قتل، میگه تمام قضات دیگه با اینا مخالفن، ولی اینا همش میدن به این دو تا شعبه، دو تا شعبه کشتار در ایران داریم که اینها همین بیگانه هستن، یعنی همونا عراقی ها هستن که خودشون میرن لبنان و کنار دریا و پاریس و اینا لخت و پتی میگردن، حتی فلسطینی ها از قدیم من اصلا حجاب ندارن، بعد این رو به عنوان سرکوب تاریخی ایرانی، ایرانی سرکوب میگن. ولی حالا خوشبختانه دختران دلیر و سلحشور آریایی ما پیروز شدن، این پیروزی رو شادباش میگیم و به یمن شادباش این پیروزی برای دختران آریایی یک فیلم داریم که از ورزش باستانی است که توسط یه دختر خانم انجام چیه و ایشون شاگرد داره، یعنی ورزش باستانی که انجام میده شهره خانم هست، ایشون در دبی تشریف داره، کلاس داره، دختران رو شیر داره میسازه، باستانی یاد میده. این خیلی مهمه استاد شرفشاهی، در طول تاریخ ما گردآفرین ها بسیار داشتیم که اینها نبرد مبارزه چه کردن، ولی ورزش رو این گونه بیاموزن. و من خبر دارم که در داخل خود ایران دختران آریایی ما همه رفتن بلا استثناء، بچه ها میرن ورزش های رزمی، کنگفو، کاراته، تکواندو، جودو، کشتی کج یاد میگیرن که در رزم دیگری اگر بود پس از این انتخابات خواستن دوباره سرکوب کنن و لچک صحراگردی رو سرکوب کنن، اینا میان تو میدون مثل همون کانونهای شورشی اینا رو تطبیق میدن. حالا شهره رو که ما خانم شهره رو که نشون میدیم، یک نوعی سپاس و قدردانی به پیروزی سلحشوری دختران آریایی ماست که میلیون ها مرد ایرانی ترسو، بزدل، بی شرف، بی غیرت، این دخترها رو در چنگال تازیان تا همین الان رها کردن که اینا رو بگینن، بکشن، بهشون تجاوز کن. با مهر کارگردان عزیز ورزش باستانی شهره و شاگردانشو میبینیم. ویدئو بی زحمت برده ویدئو. من شهره هستم، حدود 12 ساله که پرسونال ترینینگ انجام میدم، 15 سال دبی زندگی میکنم. اینقدر این رشته علمیه و ریشه داره که میتونم بهتون بگم که خیلی از ورزش هایی که ما الان انجام میدیم به صورت ویت ترینینگ برگرفته از این رشته.
این رشته فقط مختص آقایون نیست، به خاطر اینکه ما فرهنگ‌های زن داشتیم. استاد شرفشایی، یک ویدیو دیگه که داریم مال این احمد وفایی است. یعنی شما ببینید مکرون در فرانسه اومد بعد از انگلستان که در قرن 18 یک آقای ویلیام رو 22 ساله بود نخست وزیر شد، این اومد البته اون با انتخابات شد در انگلستان. و در ایران ما، من به شما بگم، ما پادشاه خردسال داشتیم، ما ابو علی سینا داشتیم، عین‌القضات داشتیم که اینا در 16 سالگی دکتر بودن، یعنی قاضی مجتهد بودن. در ایران آریایی ما از این استثناء فراوون بوده، بچه های ما از 12 13 14 سالگی، مثل کیان عزیزم که کیان 9 ساله 10 ساله بود یک نابغه بود. ما در سرزمین خودمون دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. من از ایران خودم نمیگم، از این فرانسه یه جوان 32 ساله‌ای رو نخست وزیر کرد، گابی رتل رو، و تیمی که آورد غیر از 3-4 تا که از مستناستان همه جوان، یعنی جوان را آورد روی میدون، بهشون میدون داد که کار کن. حالا یک جوان که چندین اختراع داره استاد شرفشایی، و این جوان جدا از اختراعاتش از آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی مدال گرفته، جایزه گرفته این بچه به خاطر کاری که کرده. بعد در محرومترین مناطق ایران، سیستان و بلوچستان، رفته کارخونه زده، از فقر و تهیدستی کارخونه زده، ده ها نفر رو گذاشته سر کار، کار بهشون میده. و و و و این جوان رفته خودشو نامزد کرده بوده، رد صلاحیتش کردن، که اینو نه تنها صلاحیتش باید تایید بشه، که این فرد نه تنها تو پارلمان میهن باشه، بایستی مدیریت کنه در حد وزارت اون مملکتی رو که اینا خراب کردن، که به زودی درست میشه. البته همه این روحانیون به چاها و این دارهایی که میگن اینا خواهید دید استاد شرف، که این وقت کمی نمیشه به شما نشون داد. 7-8-10 تا فیلم همین امروز اومده از ایران، خانم ها فوش میده به آخونده، رفته آخونده داره، و یعنی گستاخی و شجاعت ایرانی بی نظیره. حالا این جوان رو برای اینکه با آشنا بشیم با مردم سرزمینمون، که اگه این جوان می اومد استاد شرفشایی در خارج از کشور که بهش مدال دادن کار میکرد، به جایی که اونجا تومن بسازه دلار و یورو میساخت، میلیاردر میشد، ولی تو سرزمین وای میسته، با دلاوری هم در سیستان بلوچستان کارخونه میسازه که به مردم خودش برسه. بعد این فلسطینی ها، عراقی ها، بعثی ها، این هایی که در تازیانی که در ایران حاکم هستند به نام ایرانی، اینجور بچه های ما رو یا میکشن یا زندان یا شکنجه یا رد صلاحیت که پاش تو پارلمان نشه. این را میبینیم که بعد یک نکته بسیار مهم دیگه رو در رابطه با این جنگ واقعی ارتش شاهنشاهی با سپاه پاسداران و ولایت فقیه رو امشب با آگاهیتون میرسونم تا جایی که وقت داشته باشیم. میبینیم احمد وفایی عزیزم. سلام، بنده احمد فدایی هستم. 27 تا اختراع توی ایران دارم، 16 تا مدال جهانی توی کشورهای مختلف برای ایران کسب کردم، و چند تا کارگاه دارم که جوانای زیادی توش دارن کار میکنن. برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردم، و از اهدافم اینه که استانمون باید بشه گلستان، باید کسب و کارها رشد بکنه، باید جوونا کسب و کار خودشون رو داشته باشن، کارخونه ها راه اندازی بشه، وضعیت آب، وضعیت امنیت باید حل بشه. جان آقا، شما رد صلاحیت شدید. خب شنیدین دیگه، رد صلاحیت شدم. حتما یه سری چیزای دیگه برای صلاحیت مهمه. انشالله یه جای دیگه، یه موقع دیگه. مرسی. واقعیه یا کیکه؟ اینا تنها چیزیه که خیلی واقعیه. مدال آمریکا، رومانی، لهستان، کانادا و یه عالمه کشور دیگه.
استاد چرفشایی، این در پایان بعد از صحبت احمد وفایی مخترع جوان ایران، این چند تا یه دو تا کاراش هم نشون دادم که ببینیم که این جوان نه تنها دانشمنده، مخترع، وطنش دوست داره، مبارزه. یعنی ببینید در رابطه با خدا میاد از نظر میکنه، صحبت میکنه، در رابطه با سرزمین خودش، در رابطه با چه، این جوان و این جوانان هستند که استاد شرفشاهی ایران رو خواهند ساخت. درست که امروز جمهوری اسلامی به سه کشور حمله کرد، به عراق، سوریه، پاکستان حمله کرد و مدعی شد که دفاتر اسرائیل و کنسولگری امریکا رو زده و غیره، و این بمبلبازی ها داره در میاره که پولهایی که گرفته از امریکا بهش حدود 45 تا 50 میلیارد دلار پول دادن. استاد چرخه، این 50 میلیارد دلاری که پول بهش دادن برای این ندادن که بده به ملت ایران خرج کنه، دادن که همین اسلحه بنجل مصرف بشه، این موشکای بالستیک، بالستیک هر چه اسمش هست، اینا تموم بشه، بعد ملت بیچاره و مردم بدبخت. خیلی تو جهان سالها تبلیغ شدیم میگن اسرائیل یهودی ها پول دارن، الان ما داریم میبینیم بدبخت ملت اسرائیل، مرد اسرائیل چه خواب ندارن بیچاره، و الان داره 4 ماه میشه اینا با اعراب جنگیدن، 4 روزی تمومش کردن، الان داره به 4 ماه میرسه. موشک ها همین امروز، استاد چرفشاهی، همین امروز موشک های زیادی بیش از اونی که توی این 90 خورده روز پیش زدن به اسرائیل از چیز حزب الله اینا. و نکته، من میخوام این رو بگم چون نیویورک تایمز نوشته که اینها 5700 کیلومتر نه 570 کیلومتر اینها تونل زیرزمینی دارن. سیاوش اوستا میگه مثل خیلی چیزهای دیگه که عرض کردم تو این 40 خورده سال، قاطع میگم استاد سیروس شرفشاهی، دوستان عزیزی که گوش میکنید یادداشت کنید، جمهوری اسلامی ایران با پول ملت ایران بیش از 2000 کیلومتر، چقدر؟ 2000 کیلومتر حدوداً 1000 خورده ای تا 2000 کیلومتر تونل زده تو این ایام با پول مردم بدبخت ما. و تونل ها فقط استاد شرفشاهی در غزه نیست، تونل زده مصر در میان بالا، لبنان میان بالا، عراق و سوریه میان بالا، از خود ایران میرن، میرن عراق و میرن جاهای دیگه. فقط امروز استاد شرفشاهی اعلام شد که 6000 تا 5000 خورده گفتن دهنه، یعنی در ورودی خروجی تو غزه کشف شده، تا حالا فهمیدن که اینا دارن، حالا همش نتونستن بگیرن. یعنی جریان تونل ها یک پدیده نوینی است که حتی خود اسرائیلیا وقتی دارن تحلیل میکنن و تمام نظامیان جهان، یه پدیده نو و جدیدی است که طی سالها روش کار کردن. این رو هم که من قاطع به شما میگم حدود 2000 کیلومتر هست، چون دسترسی داشتم به یکی از سخنرانی های محرمانه قاسم سلیمانی تقریبا یکی دو ماه پیش از اینکه کشته بشه، که برای سران سپاه پاسداران صحبت میکرد، گفت من الان اگه برم 7 تا ارتش ساختم، اسمای 7 رو میاره، من قبلا هم گفتم، و حدود 2000 کیلومتر تونل ساختم توی مناطق. اینه که این تونل ها و این قتل عام بیگناهان و این کشتاری که این با حمله 7 اکتبر به اسرائیل اینها شروع کردن، گمان میکنن که این انتخاباتشون در اسفند ماه چه میشود و اینا قائم مقام رهبری را انتخاب خواهند کرد و و و، ولی نمیدونن همون هایی که اینها رو بردن بالا الان خوشحالن که 100 روز دارن می جنگن، همون ها استاد چرفش اینها رو سرنگون خواهند کرد به خاطر اینکه پروژه بعدی این هست که ترامپ میاد قدرت رو در امریکا به دست میگیره، تمام این پولایی که اینها گرفته بودن تا حالا خرج اینهای اسلحه شده، بعد تعهداتی دارن که بایستی به مرور پرداخت دیگه بشه، ترامپ که بیاد بهشون نمیده، اینا ترتیبشون داده است. برای همینه که پیروزی با ملت سرحشور ایرانه. ای مردم ایران از این دختان آریایی ایرانی یاد بگیرید، پیروز شدن. دختر ایرانی میخواست آزاد راه بره، زندگی راحت داشته باشه، این چادر و چاخچور تازیک سرش نباشه، دست آزادیشو که میخواست رسید،
تو اگر چیزی میخوای باید مثل این وایسی کانونهای شورشی و کانونهای شورشی جز با آنچه زنان ما کردن برستنیست. حالا استاد شرفشایی برای که ثابت کنیم که جنگ ارتش آریایی با جنگ ولایت فقیه واقعا وجود داره و حضور داره و این جنگ تأکید میکنم این جنگ استاد سیروس شرفشایی جدا از جنگ جناحی خود نظامه، چون نظام از روز اول خودش دو تا جناح ساخت، اصلاح طلب اصولگرا، که با این دو تا جناح بتونه با مردم داخل و با جهان مدارا و معامله کنه. به جهان میگه نگاه کنین ما خاتمی داریم، ما اینو داریم، ما اینو داریم، ما اونو اینو داریم، سرانه را کلا گذاشته که اینا همه شون فکر میکنن که مثلا رئیسی خیلی فلانه، روحانی از او بهتره. خب نمیدونن که روحانی معلم رئیسیه. رئیسی وقتی 22 سالش بود جنایت میکرد اعدام میکرد، اونجا رئیسش روحانی بود که توی مجلس گفت که اینا چادر رو باید سرشون کنیم، هر کی نکرد چادرش اعدامش بود میکنیم. روحانی گفت. خب پس این دو جنایی که اینها ساختن و هنوز هم ادامه داره، خواهید دید مردم رو بازی میدن، جهان رو بازی میدن، جهانم بازی میخوره چون خداش جهان میخواد سودش ببره. این جنگ جناییشون رو من نمیگم، جنگ داخلی ارتش شاهنشاهی که اینها دیگه الان قاطع دارن وایستادن از مردم خودشون دفاع میکنن، من دستانشون رو میبوسم، چون من با بسیاری از اینها در پیوند هستم، در تماس هستم. اینها پاسارگادها رو پر میکردن، این بچه ها عکساش هست، فیلمهاش هست، رو هوا سخن نمیگیم. حالا یکی از دلیلهاش آقای شرفشاهی عزیز همین محاکماتیست که با جریان سبزوار شروع شد علنن، یعنی اون حزب اللهی که زده بودن حمیدرضا نازنین رو کشته بودن به خاطر که این از یه دختر بیهجاب دفاع کرده بود اینا، و اون رو زاربین رو گرفتن و حمیدرضا رو شهید اعلام کردن و یه خیلی مهم بود در سبزوار اصلا بر... حالا از اون پس من به شما بگم استاد شرفشاهی مراحل بسیار پیش اومده. من الان نمیخوام اسم و آدرس بدم، چون تا ما اسم و آدرس میدیم میرن یارو رو میگیرن، ما تا اسم و آدرس میدیم میرن طرفا رو میگیرن. برای همینی که مثلا شما ببینین تفلی توماج صالحی آزاد شد، دو سه روز بیرون بود یهو گرفتنش. ارتش آریایی حکم اعدام این رو ملغا کرد و از زندان آزادش کرد، بچه که چندین سال هم زندانی گرفته بود تو تومجستانی. همین امروز استاد چرفی، همین امروز شروین حاجی پور، همین که برایی رو خونده، این تازگی ترانه دیگه خونده نام آشغال، و این پیش از این که امروز گرفتنش، پیش از این که امروز بگیرنش، با این سایت های خودشون و اسامی فیکی که هست و اینا اومدن علیه شروین یک کمی تبلیغات کردن که گفته آشغال مشغال فلان، امروزی بچه رو میگرفتن. یعنی از اون طرف اون آدم های با شرف ایران دوست ایرانی اینا رو ول میکنن، از این طرف این تازیانی که عماد الدین باقی قاطع میگه یک ساعت مصاحبه شو برید دوستان روی اینترنت گوش کنید، قاطع میگه که دادگاه های ایران آدم درست حسابی زیاد داریم که پروندار راه میکنن، ولی دو تا شعبه کشتار داریم در ایران، دو تا شعبه است که این نمیگه توسط کی رهبری میشه، اون دوتا توسط قوه قضاییه، فقها، رهبری، شورای نگهبان، یعنی کل روحانیت و قوه قضاییه و علی خامنه‌ای تنها میشه، یعنی تمام فقهای پوفیوز، چون فقها میتونن مثل قاضیای دیگه که من استاد شرفشاهی قاضی سراغ داره رفته شوفر تاکسی شده، بالا هم که مطالب اسمش اینا رو بعضی داره بردیم، قاضی سراغ دارم که رفته خلبان شده، قاضی سراغ داریم که رفته معلم شده، قاضی سراغ داریم که رفته بقالی با کرده، داره کشت میکنه، رفته تو دهات داره کشت میکنه، ول کردن این کارا رو. خب این روحانیت حاکم، همین بیگانهایی که تازی هستن و بنی هاشم هستن و فلسطین هستن و اینها قتل عام رو امضا میکنن، ولی از اون رو میکنن. حالا جریانی که الان سند بهتون نمیشم بهشون بدم، همه هم دکتر ریش کسی اینا صداش در نمیره، آقا همین که همین رسانه ها میتونستن مطرحش بکنن بگن، نمیگن چون رژیم نمیخواد مطرح بشه. اینها قاتل، این خیلی مهم استاد سیروس شرفشاهی، قاتل این جوانی رو که زده بودن محمد بزرگ جامع رو در تو خانش روز بعد تظاهرات، دیروز قبلش تظاهرات میشه، این دکونش میبندی میره تو خونش
میرزن تو خونش اینا رو بیرون میکنن، روز بعد میرن تو خونش همین عکسی که میبینید میزنن محمد جامع بزرگ رو میکشن نیروهای امنیتی کشور رسما 6-7 نفرشون وارد میشن و تو خونش میزنن اینو میکشنش. استاد شرفشاهی خانواده این فرد میره جای خوبی رو میزنه، میره دادگاه نظامی شکایت میکنه. حالا من نمیخوام وارد ریز موضوعش بشم و یادتون نره مردم اصحاب رسانه، شما اینو باید بزرگ میکردید، میگفتید، چند روز گذشت هیچ نگفتید. دادگاه انقلاب نیمد قاتل اینو حکم اعدام بده، استاد شرفشاهی حکم قصاص گرفت قاتلش. دادگاه نظامی ایران حکم قصاص داد برای قاتلین، این بابا این نازنین، یکیشون رو زندانی داد، یکیشون رو حالا ول کرد و اینا. یعنی مردم اگر شما در اون سرزمین شجاعتی که دختران آریایی داشتن و رفتن و در اون کانونهای شورشی دیدید چقدر دلیرانه دختر خودشون زدن حزب الله یار، یک دختر 6 تا زد، بعد دیگران اومدن اینا رو زدن. شما مردم اگر از پای منقلها و خرافات، چون بیشتر تو کلهشون خرافاته، برای اینا هنوز اکثر استاد سیروس شرفشاهی زن باید تو خانه باشه، آشپزی بکنه، فلان بکنه، اصلا زن چی که، و خیلی اینجوریه، خیلی از این مردهای ایران حتی امکان داره ایرانی هم باشه اینجوری فکر میکنه. بایستی این ذهنیت رو خارج کنن، مثل دختران آریایی بیان بیرون، مثل همین خانواده و خانواده‌های دیگه بیان. استاد شرفشاهی جمهوری اسلامی تعهد داده، درسته که به هیچ تعهدی عمل نمیکنه، اما اگر ما مدرک بیاریم مردم پاشن از اعدام ها از شکنجه ها بگن استاد سیروس شرفشاهی اینها تعهد دادن، بر اساس تعهدشون جریمه میشن، پولاشون متوقف میشه، بهشون نمیدن، چه میکنن چه میکنن، برای همین که اینا یکم شل گرفتن پیش از انتخابات. بعد اگه بزنن انتخابات جلو بره الکی اینا از رأی در بیارن، الکی خود دنیا هم که میخواد بگه که ها اینا رأی آوردن، باز این پدرسوخته ها امکان داره که به خیلی از این موارد که الان عقب نشینی کردن جلو بیاد. بدین رو بایست، من دیگه نمیخوام زیاد صحبت کنم، داریم به پایان برنامه میرسیم، ولی میخوام بگم استاد شرفشاهی حتی طالبان، هیچ کس داره نگفته، من به شما عرض میکنم، طالبانی که اینا حرمزاده ها بهشون قدرت دادن رفت تو افغانستان، اینا آمدن قرارداد امضا کردن 4 مورد رو تعهد داده طالبان بهش عمل نکرده. وقتی که بهش عمل نکنه، اگر افغان ها برن این رو مطرح کنن در مجامع بین المللی، اینو بگن آقا یک، اینا تعهد داده بودن که سیاست مدرن اعمال کنن، دو، مشارکت بدن همه مذاهب و تبارهای داخل افغانستان رو، سه، 4 تا شرط داشته، قطع ارتباط با تمام گروه های تروریستی بکنن، چهارمی، روابط خودشون رو با همسایه ها خوب کنن. اینا خیلی مهمه، 4 مورد است چرچه. خب هیچ کدوم از اینا طالبان عمل نکرده. افغانی عزیز، برادر من، تو اگر میخوای کاری بکنی باید در تظاهرات، در سازمان ملل، در فریاد در کشورهای غربی بگی این 4 تا مورد، چون نمیدونن خیلی هاشون، خیلی اصلا مفاد امضا شده رو نمیدونن، خیلی هم مفاد امضا شده برجام رو با امریکا نمیدونن. یکیش اینه که آقا شما اجازه ندید مردم رو به خاطر عقیده، به خاطر چادر، به خاطر روسری بزنی بکشی زندان کنی. به خاطر همین که استاد شرفشاهی یه قاضی ول میکنه توماج صالحی رو، یه قاضی شروین رو ول میکنه، یه قاضی اون دوتا دختر خانم و چهار تا رو اینا رو ول میکنه، یه قاضی پفیوز دیگه که همون شعبه است میاد یا میگیره اینا رو، یا میگه نه اینا رو برای درمان ما راه کردیم فردا میگیرمشون. باید اینا رو برید بزنید تو دهنشون، فریاد بزنید، نترسید مردم. ترس استاد سیروس شرفشاهی امروز مانع این شده که همچون که دختران آریایی به پیروزی رسیدن، که مردان آریایی به پیروزی برسن. استاد شرفشاهی عزیزم، بله، به هر حال اینا مسائلی هست که باید یه مقداری موقعی که بررسی میکنیم نقش خود مردم رو در اون مسئله میبینیم، یعنی مردم تا این حد میشینن نظارت میکنن بی تفاوت، خب نتیجهش همینه که اینجور مشکلات و گرفتاری ها براشون به وجود میاد و کسی هم جرات نداره که در این باره بده. این آسد علی الان احتیاج داره به مردم، به خانم ها، به زن ها، اینا حالا میگه روسری موسری هم کار نداره، اینا با دارن رأی بدن، بنابراین احتیاج داره به این خانمه که سر به سرش نداره تا بره رأی بده.
همینطور هی سخنرانی میکنه، اینو اونو جمع میکنه دور خودش، تبلیغ میکنه که برین در انتخابات شرکت کنین. انتخابات شرکت کنین چیکار کنن؟ کی انتخاب کنن؟ همونایی که آقا اعلام میکنه اسامیشو میگه برین به اینا رای بده، اینا نماینده شما. از مردم اینا نمیشستن. بله شما در دو انتخابات استاد سیروش شرفشاهی، یعنی مردم عزیز من، مرسی. شما ببینید که همین احمد وفایی، شما این رو بذارید جلو خودتون مردم ایران، و این حشرات، این حشرات آخوندهای شپشو با اون کثافت، با اون قیافه، با اون ذهنیت بدتر از قرون وسطا. تو بابا 7000 سال پیش تو مملکت جرایم مغز انجام میدادی ایرانی. تو 7000 سال پیش گروه موسیقی، گروه استاد چرفشه، من تو کتاب آیین اوستا عکسش گذاشتم 40 سال پیش، گروه موسیقی داشتی 7000 سال پیش، 5500 سال قبلی که اسلامی به وجود بیاد. شما عزیزان من، نیویورک تایمز سال 1976 نوشت شراب میساختی در ایران 7000 سال پیش، شراب میساختی. تو چرا اومدی این حشرات رو بر خودت حاکم کردی و نمیزنیشون؟ و تازه این که دی محافظ اینا، محافظ اینا همه عرب پره و استاد سیروس شرفشاهی، قربونتون برم. و بعد جوانان رعنایی مثل احمد وفایی، خوشتیپ، خوشفکر، خوش اندیشه، بایستی رد صلاحیت بشن و چه بشن. بله، بسیار از شما سپاسگزارم. مطالب جالبی رو مطرح کردین، امیدوارم که بینندگان ما مثل همیشه از این برنامه استفاده کرده باشن. و در حال از شما تا هفته آینده روز روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم و بسیار تشکر میکنم از این مطالبی که در این برنامه حضور پیدا کردین و مطرح کردین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. شب و روز خوش استاد سیروس شرفشاهی. از کارگردان برنامه سپاسگزارم. خدا نگهدار. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود.